بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه دوستان عزیز که با دوره اسپلانک در خدمتون هستیم. خب توی این دوره میخواهیم آموزش کار با نرم افزار اسپلانک و جایگاهش توی سیستم های SOC و کار با نرم افزارهایی که توی این سیستم نصب میتونن بشن یا میتونن باهاش ارتباط بگیرن رو ببریم جلو. خب پیش فرض ما اینه که تا الان نرم افزار اسپلانک رو ما نصب کردیم. من لاگین کنم. خب من از نسخه 8.2.2.1 دارم استفاده می کنم. توی لحظه آخرین نسخه از برنامه اسپلانک انترپرایز و حالا من میخوام قبل از اینکه به خود اسپلانک و تنظیماتش و کانفیگش و کار باش بپردازم، بیام افزونهایی که میخوام به این اضافه بشه رو اضافه کنم. خب من میام توی منیج اپس، اینستال اپ فرام فایل، بروز یا جستجو رو میزنم، میخوام انترپرایز سکیوریتی رو بهش اضافه کنم. این نسخه انترپرایز سکیوریتی من نسخه های 5.3.1، 6، 6.4.1 و 6.6 رو تو این لحظه که ما داریم با هم صحبت میکنیم، انترپرایز سکیوریتی نسخه 6.6.2 بکنم آخرین نسخه است. خب من هنوز دست من نرسید. خب من برای این دوره نسخه 6.4.1 رو انتخاب میکنم و این رو اضافه میکنم به اسپلانک خودم. بارگذاری رو میزنم. اینجا امکان داره به یه خطایی مواجه بشم. بله، خطایی که اینجا امکان داره باش مواجه بشم دو تا دلیل امکان داره داشته باشه. دلیل اول، توی تنظیمات اسپلانک یه سایز آپلود هست که به صورت پیش فرض روی 500 مگه و فایل من الان بیشتر از 500 مگه، پس باید این مشکل رو حل کنم. امکان داره حالا و این مشکل من، این ارور داره همینو میگه، میگه چی؟ content length اینقدر، too large، maximum is اینقدر. اوکی خب این یه ارور. امکان داره نه، بعضی اوقات فایل ما حجم خیلی حجم، مثلا 10 گیگ 20 گیگ میخوایم از طریق مرورگر آپلودش کنیم، حجم فایل بالاست و سرعت ما هم کم باشه، امکان داره تایم اوت بده و مرورگر ما پیغام خطایی نشون میده. خب این مشکل رو بریم حل کنیم. ولی انترپرایز رو ما باید بریم توی محل نصب نرم افزار اسپلانک، پروگرام فایل، اسپلانک، ETC، سیستم، دیفالت. یه فایلی به اسم web.conf هست، من این رو باز میکنم. یه آپلود سایز داره که روی کنترل F آپلود. خب ماکسیموم آپلود سایز 500 میگه. خودش میگه پیش فرض اینه که شما اجازه دارید تا 500 مگا آپلود کنید به سرورتون. اگه میخوای اینو تغییر بدی، چنج دیس، اینو تغییر بده توی localweb.conf. خب توی localweb.conf این فایل رو من ندارم. اوکی پس میام همینو ادیت میزنم، اینو میکنم 5000، اکتیوش میکنم و اینو ذخیره میکنم توی local save. اوکی خب من اگه دوباره اینو بیارم و دوباره بارگذاری رو بزنم، باز ارور میده. چرا؟ چون من باید توی مرحله سرور اسپلانک رو ریستارت کنم. خب برای این کار من باید بیام توی سیتینگ، سرور کنترلز، ریستارت اسپلانک. آیا مطمئنید که میخواد اسپلانک رو ریستارت کنید؟ بله، من با کمال میل و اطمینان خاطر این کار رو انجام میدم. بسته به میزان اطلاعاتی که توی سرور اسپلانک شما هست یا نرم افزارهایی که بهش اضافه کردیم یا دیتایی که بالاخره به اسپلانک متصله،
زمان ریستارت شما امکان داره متفاوت باشه، ولی خب پیش فرض کمتر از یه دقیقه دو دقیقه این ریستارت انجام میشه و سرور اسپلانک میاد بالا. ما صبر میکنیم تا سرور اسپلانک ریستارت بشه. خب میگه ریستارت تموم شد، شما دوباره باید لاگین کنی، من دوباره یوزر و پسوردی رو که موقعی نصب وارد سیستم کردم رو بهش میدم تا وارد برنامه بشم. خب دوباره اگه بریم توی اپ هامون، اپس، منیج اپس، اینستال اپ فرام فایل و 641 و بارگذاری. چون حجمش بالاست، ببینیم حجمش چقدره. حجم ES 641 من نزدیک 700 مگ میشه. اوکی، برای همین امکان داره طول بکشه. داره بارگذاری انجام میشه. ساب میکنیم تا فایل ما آپلود بشه. من برای اینکه این پروسه زمانش باعث طولانی شدن فیلم نشه، این رو متوقف میکنم. بعد از اینکه فایل بارگذاری شد، میایم وارد اسپلانک میشیم و ادامه کار رو انجام میدیم. خب تا الان نصب اسپلانک انترپرایز من تموم شده. اگه بیام توی منیج اپس خودم، اینجا انترپرایز سکیوریتی رو میبینم، ورژن 6.4.1 و اینیبلش رو میزنم که اینیبل بشه. خب بعدش میاد که بحث ویو آبجکت، ادیت پروپرتیز یا ستاپ. من اگه این رو بزنم، مشخصاتی که برام میاره نیم انترپرایز، من اگه نیمو تغییر بدم، آپدیت چکی میگم نه، ویزیبل یس. میخواید میتونید اسم اینو عوض کنید، مثلا بگم چی، ES 641 اوکی، و اینو سیو میکنم. الان ES 641. حالا من اگه اپس بیام منیج اپس دوباره این رو آپلود کنم، دوباره 641 آپلود کنم، چند لحظه صبر میکنیم تا ببینیم چی میشه. خب داشتیم صحبت میکردیم، موقعی دوباره آپلود میکنی یه همچین ارور میدیم، آردی این اپی که تو میخوای اضافه کنی وجود داره. اوکی خب اگه با همچین قصه برخوردین موقعی آپلود میکنید، خب باید این آپگرید اپ رو بزنید، یعنی من چکینگ دیس موقعی که میخواید اوورراید کنید یا این اپ شما وجود داره. اوکی کنسل بزنم. حالا من توی اپ های من این انترپرایز سکیوریتی ورژن 6.4.1 اومده و اینیبل هم هست. حالا میخوام چیکار کنم؟ من میخوام این کانفیگ کنم. ستاپ رو میزنم. اسپلانگ انترپرایز سکیوریتی پست اینستال کانفیگوریشن. خب میگه چه کار میخواید؟ بین سینگل سرچ این قصه میاد، اینستال مراحلش هم اینجا برای من میاد که من
چه کار میخوام انجام بدم؟ میگم start configuration process. اوکی خب، میگه میخوای کانفی کنی؟ میگم بله. میگه حالا آیا میخواهید SSL رو براتون enable کنم یا نه؟ آیا میخواهید چک SSL رو بزنم، یعنی enterprise security بر اساس پروتکل SSL فعال بشه نه؟ میگم نه، من فعلا نمیخوام، اما اگه بخوام این کار رو هم میتونم انجام بدم. خودش اتوماتیک میره خودش رو اد میکنه، اینستال میکنه. ببینیم سیر مراحلش چجوریه. اینجا داره میگه که در حال پردازش کانفیگشه، اینجا هم که میگه تو این مرحله است. برای اینکه زمان ویدئو زیاد نشه، خب من اینجا رو متوقف میکنم تا مباحثش بره جلو. خودش این مراحل اتوماتیک میره، یعنی بدون هیچ گونه دخالتی خودش رو کانفیگ میکنه و تنظیماتش. من اگه جای نیاز به تغییری بود میام میگم اینجا شو باید تغییر بدم. خب نصبش که تموم میشه، این صفحه برای ما باز میشه، خب که میگه شما توی حالا اسمی که واسش گذاشتید دیگه اپ انترپرایز سکیوریتی هستید و اینم بحث کانفیگش جنرال ستینگ داره، کردنشیال و پرمیژن ها و مباحثی که این اوکی. و اینجا توی اپ منم این قصه وجود داره که من الان چیکار کردم. الان اومدم اگه منیج اپمو بزنم قبلا من فقط این تا اینجا بود، موقعی که اینو کانفیگ زدم انجام بشه اینها رو اومد چی اضافه کرد. اوکی، اینها با اضافه شدن انترپرایز سکیوریتی به اصطلاح اسپلان که من اضافه شدن، از جمله چیزهایی که بسیار به درد ما میخوره و بعدا خیلی کار باهاش داریم بحث اند پوینت پروتکشنه. این ماژولیه که با نصب انترپرایز اضافه میشه به من و بعدش بحث ماژول مثل تر اینتلیجنس که من با این بسیار کار دارم برای به اصطلاح مباحثی مثل شکار تهدید و اینجور داستان ها. حالا اومده مثلا چه میدونم نتورک پروتکشن و اکسس پروتکشن و اندپوینت پروتکشن هم بهش اضافه شده. حالا من حواسم نبود اینو زدم سورتش کرد، اشکال نداره. اینها چی؟ اپ هایی که با کانفیگ کردن اولیه انترپرایز سکیوریتی به اسپلان که من اضافه شدن و بعدا من از اینا استفاده خواهم کرد. اوکی، این تا اینجا کافیه که ما اپ انترپرایز سکیوریتی به اسپلان کمون اضافه کردیم. با ما باشید تا ویدیوهای بعدی در مورد اسپلانک.